با وجودی که افغانستان از منابع آبی زیاد بهره‌مند است، اما تاکنون از این منابع به گونه لازم در تولید انرژی برق استفاده نشده است. برخی از اعضای مجلس سنا میگویند حکومت خود باید برای ایجاد بندهای برق و کنترل آب‌های کشور دست به کار شود. طرح‌های شما، پیشنهادات شما، راه‌حل‌هایی که شما می‌بینید چیز که در آینده ما از نگاه برق خودکفا شویم و همین مشکلات ما حل شود. یک روز برق وارداتی ما سر ما قطع شد، ما بی برق نشیم. این قسمت توجه صورت بگیرد تا بندهایی که در داخل کشور است اینها فعال شوند. در میدیای افغانستان گفته برین که ما در 10 سال میتونیم یک بند برق در افغانستان، یک بند برق بزرگ اعمار کنیم که متاسفانه نتونستیم. آیا مداخلات و حاکمیت کشورهای همسایه بالای ما هست و یا چیز دیگه در اکبه ازی؟ اما محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب که در نشست عمومی روز سه‌شنبه مجلس سنا حضور یافته بود، عدم امنیت و نبود بودجه را از دلایل کندی کار اعمار بندهای برق عنوان کرد. وزیر انرژی و آب میگوید در بیشتر مناطقی که بندهای برق و آب گردانها در حال اعمار است، مردم و متنفذین محل از دولت پول تقاضا میکنند تا در کار آنان اخلال ایجاد نکنند. او تاکید کرد که تنها در جریان کار اعمار بند کجکی بیش از 250 نفر از کارمندان آنان شهید شدند. کجکی 256 نفر کشته شدند با انتقال دوربین. اینا را قضاوت کنیم، شما باور کنیم که بردن انتقال یک توربین، چون من نمیخوام پولی بگویم، به اندازه یک بند که ساخته شده پول مصرف شده. انتقال یک توربینی که هم 16 مگاوات برق تولید خواهد کرد. اینا را شما قضاوت کنیم. من 3 بار به سر بند کجکی رفتم. کشور انگلستان در این رابطه وعده داد. امریکا واقعا سفیر از او به دفتر آمد. همراه سفیر خدمت جناب رئیس دولت رفتیم. سفیر امریکا 400 میلیون دلار در این رابطه وعده داد. گفت تا زمانی که امنیت نباشه ما این کار کرده نمیتونیم. وزیر انرژی و آب همچنان میگوید تنظیم شبکه‌های آبی کشور نیز نیازمند زمان بیشتر است و تا هنوز 3200 پروژه آبی در کشور شناسایی شده که از آن جمله 1800 پروژه آن تکمیل شده است. وزیر انرژی و آب افزود 23 بند برق تحت مطالعه قرار دارد که 6 بند آن در حال اعمار است. به گفته وزیر انرژی و آب زمان و سرمایه زیاد لازم است تا افغانستان خود بتواند برق مورد نیازش را تولید کند. تولید برق گاز یا زغال سنگ در داخل افغانستان سرمایه گذاری و پروژه سازی میکنیم لااقل کمترین 10 سال زمان ضرورت دارد. 1 کیلووات برق حرارتی، برق وارداتی امروز شما بلندترین از او میخرید به 5.5 سنت و پایینترین از او است به 2 سنت. اما در حالی که ما اگر همین برق از برقهای داخلی وقتی که ما خواسته باشیم سرمایه گذاری بکنیم لااقل در یک میگاوات 2 میلیون دلار ضرورت است که از برق آبی ما در حالی که قیمت ها رو به افزایش است. گفتنی است افغانستان در حال حاضر بیشترین انرژی برق مورد نیاز خود را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان وارد می کند و به گفته وزیر انرژی واب در حال حاضر تنها 36% نفوس کشور از انرژی برق استفاده می کنند.